این مستند داره توی سالونی برگزار میشه که آقای محمد رضا پهلوی و خانم فرح برای خودشون به عنوان یک سینمای شخصی درست کرده بودن. ما وقتی اومدیم سالن دیدیم، خب برای من خیلی جذاب بود که یه مستندی که در مورد این برهه از تاریخ هستش تو جایی برگزار بشه که به قول من رئیس اون حکومت اینجا به صورت اختصاصی برای خودش طراحی کرده بود. خب صندلی‌ها عوض شده، ولی ما اینجا رو که دیدیم، من پرسیدم صندلی خود آقای پهلوی و خانم دیبا کجاست، که گفتن داخل مخزن هستش. خلاصه لطف کردن خانم زیغم مدیر محترم موزه، و این دوتا صندلی که اینجا میبینین مال همین سالن هست، خیلی هم خاک داشت و با وسواس خیلی زیاد اینو تمیز کردن. به عنوان یک نماد ما امروز اینجا گذاشتیم که به هر حال این صندلی‌ها به هیچکی رحم نمی‌کنه. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد مستند آخرین دیپلمات آرشیویه که داره، که واقعا من خیلی برای این آرشیو زحمت کشیدم، یعنی واقعا شاید بیش از یک سال و جاهای مختلف، یعنی دیگه عمدتا هم از طریق دوستان و روابطی که داشتم انجام میشد و خیلی طول میکشید. یعنی مثلا اینکه خانم تاجبخش هم لطف کردن به من رفتم این آلبوم های خصوصی آقای زاهدی رو در آوردن و ما اسکن کردیم، شما این تیکش رو میبینید، منتها ماها پیگیری و اینا خلاصه اینجا نمیاد. یکی از جاهای دیگه‌ای که من رفتم برای تهیه آرشیو کاخ گلستان بود. متوجه شدم که 3-4 تا صندوق هست که تو شیروانی کاخ گلستان بوده و اینا تو این 40 سال گذشته درش اصلا باز نشده، و باز دیگه خدا لطف کرد با پیگیری های متعدد این صندوق ها رو رفتم دیدم. فکر میکنم اینا برای بار اول داره باز میشه و خیلی جالب باشه که ببینید. مال سال 44 کار صفحه کنم، وقتی گره خورده اینا دیگه باز نشده. مال سلطنتی 44 سند از نظر کاغذی ارزشی نداره، ولی وقتی مثلا ببینید ما سندهای پهل قاجارمون هم همینه، 90% مالیه، هزینه نمیدونم حمل و نقل فلان، هزینه برق فلان، هزینه نمیدونم تعزیه فلان. برای من پدرم همه چیز بود، همه چیز هست، مادرم اینجا میشست معطل میشد که ما بهم شما بگویم، اینو نمیتونم از دست بدم، تو دستم برد، ولی این افتخار دارم که هم پدرم و هم مادرم راشد. یکی از خیانتهایی که پهلوی‌ها در حق ایران داشتن بحث جدایی بحرین از ایران بوده، که این یه بخش خیلی جدی از فیلم من هست. مخاطرات و غم این لحظات رو جناب آقای وزیر خارجه، من در دیدگان شما و سخنان لرزان شما احساس کردم. یه حرفی هم زد که من گریم گره. آقای زاهدی، بابای شما خوزستان نجات داده و حالا شما دارید بحرین رو از دست میدید. جناب آقای وزیر خارجه، من اینجا درود میفرستم به روان پدر شما. او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه. جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. نمیبایست شما این گزارش رو در مجلس مطرح میکردید، نمیبایست. این هاست لحظات غم‌انگیز، غم‌انگیزه. هیچ تاریخ این مملکت غمی اینقدر جانگاه ندیده، غمی اینقدر سنگین احساس نکرده. برابر یک ملت، یک تاریخ، یک نژاد چی میگید؟ آقای نخست وزیر به من گفتن انتحار سیاسی نکن، ولی این
این شهادت سیاسی است. تاریخ نشان خواهد داد که کیها افتخار سیاسی. جا داره تشکر بکنم از دوست و برادر عزیزم آقای مهدی نقویان، رئیس مؤسسه شهید آوینی، که واقعا در جمع‌آوری آرشیو به من کمک زیادی کردن و این فیلمایی که می‌بینید و منحصر به فرد در خصوص بحرین رو ایشون در اختیار من قرار دادن. این هتلی که الان می‌بینیم، تیکش رو می‌بینیم، هتلیه که مثلا نزدیک 300 سال قدمت داره و چند تا پادشاه ایران اونجا رفتن و اونجا راجب آقای ظریف ازشون سوال پرسیدم. آقای ظریف هم اینجا اومده؟ ظریف در اون زمان در هتل چیز بود، گروه ایرانی ها در رویال پلازا که شب اول رفته مگه اشتباه نکنم، اینجا امریکاییه بود. ادوایسی دارین برای آقای ظریف؟ نه، حق با خودم نمیدم، بهش افتخار میکنم، بهش احترام دارم. سیاستی که دارن قبول میکنن به نظر من سیاستی درست. امروز ایران مردم به خودشون اطمینان دارن. شما امروز بزرگترین قدرت نظامی دارید در اینجا که انگلیس و امریکا رو ترکونه شوید، کشتی ما رو گرفت، کشتی رو گرفت، هر شد که آمد درام بنداز درام خود ترخته و همه رو خودمون ساختیم. افتخار میکنم به شما و تردید ندارم که ایران آتیش خیلی خوش و روشن و شانس و سعادت و خوبی خواهد بود و خواهد بود. این که اینقدر دقیق بر پایه پژوهش و تحقیق طراحی شده باشه به نظر من میتونه برای آینده ما خیلی مهم باشه. من امیدوارم مستندسازهای دیگر هم به تأثیر از آقای تاجیک این مسیر را ادامه بدن. این آقای آخر دیپلم‌ها دو تا بچه داره، یه بچه که برای شما میگه، یعنی بچه پایانی عمرش هست که ما معمولا زاهد و توبه میکنیم و خیلی خوب میشیم و نایس میشیم، خیلی مهمه میشیم این هاست. و یه بخش اولش داره که ناگفته های زیادی راجع به زاهد وجود داره. در صورت به شما تبدیلیم، حتما دوست هستش و حتما دوست داشتنی خواهد. خیلی دوست کردیم، خیلی دوست کردیم. من خواهش میکنم که عوامل فیلم همه تشریف بیارن اینجا که هم لوحاشون دریافت کنن و همین که یه عکس دستشمی ما هم بسید.